تعریف میکردن آقا در سال 1344 قمری هشتم شوال بقیع رو خراب کردن، عرض کنم که ایران اون روز شد عاشورا و تمام مردم به صورت عزاداری همونطور که در عاشورا به سر و سینه می زدن و گل می مالیدن به پیشونی ها، اینها دستجاد می مدن بیرون و عرض کنم که اعلام انزجار از این کار وهابیت که یه همچین کاری رو کرد. یک ادعایون عرب زبان بودن که از تونس و مغرب یک کاغذی نشون دادن که ما رفتیم با دولت عربستان صحبت کردیم برای ساختن قبرستان بقی به عنوان قبر حضرت زهرا، و اونها گفتند که از طرف ما مانعی نیست به شرط اینکه شما از مراجع، عرض کنم که شیعه، اجازه شو بیارید. خب این آقایون اول رفته بودن پیش یکی از آقایون مراجع و اون آقا براشون نوشته بود که مانعی نداره، کار خوبی است و خیلی چسبه. بعد رفته بودن خدمت رهبر کبیر انقلاب، به ایشون عرض کرده بودن، ایشون فرموده بودن ببرید قم پیش آیت الله گلپایگانی، هر چی ایشون نوشتن من زیرش می نویسم. و ما حالا اومدیم بریم خدمت آقا که آقا بنویسن و ببریم اونجا، هم ایشونم عرض کنم که امضا بکنم. خب ما دیدیم که پیش خودمون به خیال خودمون مثلا یک حرکت خیلی خوبی هست و یه آرزوی شیعه بر این هست که بقی ساخته بشه تو اینا، و اومدن خدمت آقا و مطالب رو بازگو کردن. آقا براشفته شدن و فرمودن که اگر همه مراجع شیعه هم با این موافقت بکنم، من یکی مخالفت میکنم و حاضرم پای این کشته شم که ساخته نشه. چرا؟ فرمودن برای اینکه اینها نظرشون اینه که میخوان این عبارتی که در زیارت نامه حضرت زهراست السلام علیک ایتها مخفیت قبرها رو، اینو بگن دروغه و بگن بعد از 1400 سال خودشون اومدن گفتن قبر بقیه، ما هم از اول میگفتیم بقیه. پس ببین همه حرفاشون بی‌پایه. این سند مظلومیت حضرت زهراست. لذا فرمودن اگر بخواید قبرستان بقی رو به عنوان چهار امام بسازید، احتیاج به پول اونا نداره، من خودم میسازم، به مردم اعلام میکنم، مردم میان خودشون میسازن. ولی به عنوان حضرت زهرا من هیچ وقت اجازه نمیدم که شما بخواید به عنوان قبر حضرت زهرا اینجا رو